دغدغه بسیاری از روزنامه نگاران بیشتر از اینکه جستجو و استفاده از مستندات باشه، اعلام موضع در موضوعات مختلفه. اما حتی بسیاری از روزنامه نگارانی که دغدغه فکت دارن، مخاطبان خودشون رو با تفسیر اشتباه فکت‌ها یا بی‌توجهی به قواعد بکارگیری مستندات عددی یا خبری گمراه می‌کنن. در دوره آموزشی روزنامه‌نگاری فکت محور و روزنامه‌نگاری شهروندی تلاش میشه تا با مروری بر خطاهای رایج در استفاده از مستندات عددی یا خبری، مجموعه ای از قواعد روزنامه‌نگاری فکت محور بازخوانی بشه. آگاهی از این قواعد نه فقط برای روزنامه‌نگاران حرفه‌ای که برای شهروند روزنامه‌نگاران هم ضروریه، چون فکت ابزار کار اولیه کار اطلاع رسانیه. ادامه جلسه چهارم این دوره رو با هم دیگه می‌بینیم. مثال دیگه اجازه بدید من بزنم. مثلا فرض کنید که مناسبت هایی که در اون حد اکثر تعداد افراد حضور پیدا می کنن. مثلا یک مثالش رو فکر می کنم که این قضیه رو برای اینکه کپی رایتش اصطلاحا رعایت کرده باشم، باید اسم اون دوست عزیزی که این محاسبه رو در جای منتشر کرده ذکر بکنم. دوست عزیزمون، تحلیلگر توانا، آقای سعید برزین، بعد از نماز عید فطر 1393 یه محاسبه فکتچوال انجام داد. یعنی تصاویر حضور کسانی که در نماز عید فطر 1393 حاضر شده بودن به امامت آیت الله خامنه ای رو، تصاویری که منتشر شده بود در رسانه های حکومتی، در خبرگزاری های رسمی، این تصاویر رو در واقع یه جا گذاشت، بر مبنای محاسبه ابعاد از طریق گوگل ارت اومد در واقع طول و عرض و مختصات در واقع جاهایی که جمعیت در اونجا حاضر بودن رو در نظر گرفت، به چند تا منطقه رسید و بر مبنای این استدلال که در هر متر مربع یک نفر نمازگزار حاضر باشه، به این خاطر که ما دیگه برخلاف مثال قبلی صحبت از راهپیمایی یا تجمع نمی کنیم، صحبت از نماز می کنیم، یعنی محدوده که یک سجاده پهن میشه و یک نفر وامیسه اونجا نماز میخونه. اگر مثلا فرض کنیم که برای هر سجاده یک چیزی به اندازه 1.25 ضرب در 0.8 متر جا لازم باشه که میشه 1 متر مربع، اون این محاسبه رو انجام داد که در مجموعه جاهایی که جمعیت حاضر بودن در نماز عید فطر، مجموعه اونجا 124,000 متر مربع مساحت داشتن. در نتیجه تعداد کسایی که در اون نماز عید فطر حاضر بودن به امامت رهبر جمهوری اسلامی ایران یک چیزی دور و بر 124,000 نفر میتونستن باشن. به این میگن یک محاسبه فکت محور. حالا البته شما ممکنه بگید که نه، من فکر میکنم در اون قسمت هم جمعیت حاضر بودن که اونم باید به محاسبه شما اضافه بشه، محاسبه شما ناقصه. اوکی، ولی حداقلش اینه که یک ماکسیموم مینیمومی به دست میاد که شما دارید از یک رقمی صحبت میکنید، مثلا بین 100,000 تا 200,000 تا. تصویر روشنتری از ماجرا دارید. از این نمیخوایم ما نتیجه تحلیلی یا فلسفی بگیریم که این جمعیت یعنی چی، این جمعیت زیاده، این کمه، این یعنی که مدافعان حکومت زیادن، یعنی مدافعان حکومت کمن، حکومت مشروعیت مردمی داره، حکومت مشروعیت مردمی نداره. ما در این مقطع، در اینجا، ما الان راجع به اینا صحبت نمی کنیم، ولی داریم میگیم که شما اگر میخواهید که در واقع راجع به این قضیه تحلیل بکنید، تفسیر بکنید که میزان شرکت کنندگان در یک همچین تجمعی که اون تجمع برای حکومت مهمی که افراد توش حاضر باشن کمه یا زیاده، و بعدم یه تحلیل سیاسی رو بکنید یا نکنید، نمیتونید شروع داستانتون نباشه با اینکه اساساً حداقل یه تخمینی از میزان اون جمعیت داشته باشید. ما داریم راجع به چی صحبت می‌کنیم؟ راجع به چند نفر صحبت می‌کنیم؟ اینکه این چند نفر معنی سیاسیش چیه، این بحث کاملاً جداگانه‌ایه. در جلسه قبل و جلسه ما قبل اون، دوستانی به درستی این سوال رو مطرح کردن که وقتی ما داریم صحبت از فکت و شبه فکت می‌کنیم، راجع به چی صحبت می‌کنیم؟ از کجا معلوم چی فکته، چی شبه فکته؟ ببینید، ما داریم راجع به این چیزا صحبت می‌کنیم. ما واسه این که بگیم که تعداد کسایی که در یک راهپیمایی شرکت کردن، در یک تظاهرات شرکت کردن، در یک تجمع شرکت کردن، اینا چقدر هستن، میتونیم البته
تحلیلایی رو مطرح کنیم که من فکر میکنم با توجه به اینکه این اتفاق و اون اتفاق در سطح جامعه ایران افتاده، در سطح فضای اقتصادی ایران افتاده، الان میزان حمایت از حکومت از اینقدر نمیتونه بیشتر باشه، در نتیجه نمیتونسته در یک تجمع افراد زیادی شرکت کرده باشن. اینا حرفای خوبیه ولی به اینا فکت نمیگن، به اینا میگن تحلیل هایی که تحلیل منن، ممکنه درست باشن، ممکنه غلط باشن، تحلیل من با تحلیل شما فرق داره، تحلیل هر دومون ممکنه با تحلیل نفر سوم فرق داشته باشه. اما ما در خصوص یک همچین قضاوت هایی به هر حال به یک سری مختصات عددی نیاز داریم که نمیتونیم دنبالشون نریم و معمولا وقتی دنبالشون نمیریم به سادگی دلیلش اینه که حوصله‌اش رو نداریم، سخته. و به همین خاطر دوست داریم از شیوه دیگری داستان رو تحلیل کنیم که اون شیوه راحت تره و میشه ساعت‌ها راجبش گفت و نوشت و خب گفته میشه، نوشته میشه، عیبی هم نداره البته، ولی خب در کنارش باید اون بحث عددی هم به نظرم وجود داشته باشه. این بحث های عددی البته همیشه ممکنه به نفع ما نباشن. یعنی مثلا تا حالا ما دو تا مثال زدیم که اون دو تا مثال نشون میدادن که مثلا در نماز عید فطر 1393 که رسانه های حکومتی مدعی حضور میلیونی مردم در اونها بودن، از اینقدر نمیتونسته بیشتر جمعیت وجود داشته باشه. یا اینکه توضیح دادیم در مثال قبلش که در راهپیمایی هایی که در اونها مدعی حضورهای میلیونیه در یک خیابان با عرض 50 متر در تهران، اگر در 10 کیلومترمون جمعیت فشرده حضور داشته باشن بیشتر از 1 میلیون احتمالا نمیتونه باشه، که اینها مثالایی بودن که خب در رد ادعاهایی از ادعاهای کلیدی حکومت ممکنه محسوب بشن. اما بعضی وقتا هم این ادعاهایی که پایه و اساسی ریزی ندارن ممکنه توسط کسایی باشه مطرح شده باشن که منتقد حکومت هستن. در اونجا ما باید این شهامت رو داشته باشیم که ضرب کنیم و به ریاضیات احترام بذاریم و نتیجه‌مون رو اعلام بکنیم. در سال 1387 یه ادعای بزرگ اول در چند تا رسانه ترکیه مطرح شد و بعد به صورت گسترده در رسانه‌های ایرانی مطرح شد، در فضای مجازی و رسانه‌های اینترنتی که دیگه میتونید سرچ بکنید که ببینید چقدر این ادعا مطرح شده. و اون اینکه محموله‌های طلا به ترکیه از ایران قاچاق شده، 20 تن شمش طلا بوده به قیمت 11 میلیارد دلار. البته کل اون خبری که رسانه‌های ترک زده بودن و خب خیلی از رسانه‌های ایرانی هم تکرار کردن این بود که کلاً 18.5 میلیارد سرمایه از ایران به این شیوه رفته به ترکیه، که 11 میلیارد شمش طلا بوده، 20 شمش طلا بوده و 7.5 میلیاردش هم پول نقد بوده. خب ما قبل از اینکه راجب خب این ادعا در شرایطی مطرح شده که به هر حال دولت آقای احمدی نژاد دولت محبوبی نبود، دولت آقای احمدی نژاد دولتی بود که عملکردش باعث شده بود که ایرانی‌ها احساس کنن که بدتر دارن زندگی میکنن، عملکردش در زمینه نقض حقوق بشر به گونه‌ای بود که اقشار مختلفی از جامعه ایران طعم رفتارهای شدید دستگاه‌های امنیتی، قضایی و غیره رو چشیده بودن. حتی ما هنوز به زمان انتخابات 88 نرسیده بودیم، ولی به هر حال از همون دوره اول آقای احمدی نژاد فشارهای زیادی شروع شده بود و در نتیجه زمینه برای پذیرش هر چیزی که نشون بده این دولت داره بد عمل میکنه خب طبیعتاً وجود داشت و فکت های نشون دهنده اینکه این دولت بد عمل میکنه هم البته خیلی زیاد بود. اما راجع به این فکت خاص ما داریم صحبت میکنیم. چرا وقتی این خبر منتشر میشه و ما میخوایم بازنشرش بکنیم، اول از همه برامون مهم نباید باشه که ببینیم این اعداد با کمیت های عددی و با واقعیت های عددی، با فکت های عددی جور در میاد یا نه. در سال 87 قیمت هر کیلو طلا، البته بعدن قیمت جهانی طلا و قیمت طلا در ایران به خاطر مسائل مختلف، مسائل جهانی، تشدید تحریم ها، همه اینا به شدت بالا رفت، ولی در اون سال قیمت یک کیلو طلا حدود 30,000 دلار بود. معنیش اینه که قیمت یک تن طلا 30 میلیون دلار بود.
معنیش اینه که قیمت 20 تن طلا حدود 600 میلیون دلار بود. در حالی که خبر این بود که 20 تن شمش طلا قیمت 11 میلیارد دلار. 11 میلیارد دلار یعنی یه چیزی حدود 20 برابر بیشتر از اون رقمی که واقعا قیمت 20 تن شمش طلا میتونست باشه. حجمش چقدر میشه؟ حجم 11 میلیارد دلار طلا در سال 1387 یک چیزی میشده حدود 100 تریلی بیستونی، یعنی تریلی های بزرگ با ظرفیت بیستون، 100 تا اینا میتونن به اندازه 11 میلیارد دلار طلا رو در اون سال حمل بکنن. و نه حالا اونطوری که به هر حال عنوان میشد، این که به هر حال چند تا تریلی گرفته شده و توش انقدر طلا بوده. و اصلا مهمتر هم که به هر حال 20 تن شمش طلا 600 میلیون دلار قیمت داشت و نه 11 میلیارد. تا چه حد این محاسبه مورد اعتنای کسانی که این خبر رو بازنشر کرده بودن قرار گرفت؟ نهایتا بازنشر همچین خبری که پایه و اساس منطقی نداشت، آیا اقدامی در افشای دولت آقای احمدی نژاد بود یا حتی به نفع دولت آقای احمدی نژاد بود؟ من تصور میکنم که حتی به نفع دولت آقای احمدی نژاد بود، چون به راحتی میتونست اون دولت اثبات کنه، کما اینکه به هر حال در جاهای مختلف هم این حرفا رو رسانه‌های حکومتی زدن که این غیر منطقی هست، این با عقل جور در نمیاد و اینها هست نمونه های اتهاماتی که مخالفان ما مطرح میکنند. حالا 18 میلیارد از کجا اومده بود؟ اینجاها رو دیگه میشه تحلیل کرد. من حدس میزنم اینی که به فاصله کمی از زمان انتشار این خبر نخست وزیر ترکیه صحبتی ازش منتشر شده بود که گفته بود در شرایطی که ترکیه در فشار و بحران اقتصادی است، خدا لطفی کرد به ما و 18 میلیارد ارز خارجی به ترکیه اومد و این کمک خدا بود، این یک مقدار ذهنها رو تقویت کرد که برن به این سمت که خب این محموله طلا یک همچین ابعادی داشته، مخصوصا با توجه به اینکه در همون زمان به هر حال خبرهایی منتشر شده بود که کسانی که البته اون کسان بعداً در ترکیه مورد تعقیب قانونی قرار گرفتن و معلوم شد که ارتباطات وسیعی داشتن با مقام‌های اقتصادی و سیاسی ترکیه و ایرانی بودن، اونها اقدامات گسترده‌ای انجام داده بودند در جهت انتقال طلا و پول به ترکیه برای اینکه بعداً مثلا باهاش تحریم‌ها رو دور بزنن. قطعاً این کارها انجام شده بود و اون صحبت آقای اردوغان هم وجود داشت، ولی ما الان داریم راجع به اون صحبت نمی‌کنیم، داریم راجع به همین خبر مشخص صحبت می‌کنیم، راجع به اینکه این حجم شمش طلا با این قیمت و این ارزش به سمت ترکیه رفته بود و اینکه چرا وقتی هم خبری همچین خبری منتشر میشه ما نباید قدم اولمون چک کردن عددهاش باشه. قیمت طلا رو در هر لحظه میشه چک کرد، وزن شمش طلا رو و قیمت اون رو در هر لحظه میشه چک کرد. شما حتی جدول هایی وجود داره که با سرچ ساده ای که انجام بدید در اولین صفحه سرچتون میاد که به راحتی میتونید بفهمید که مثلا قیمت طلا در مثلا 10 سال پیش چقدر بوده، 20 سال پیش چقدر بوده. اینا چیزای عجیب و غریب نیست، اطلاعات محرمانه ای نیست، ولی خب طبیعتا ما باید برای اینکه این خبر اونو تکلیف اونو باش بدونیم در درجه اولی محاسبات رو انجام بدیم و اگه ندیم نمیتونیم ادعا بکنیم که به این خاطر که ما عقیده خاصی رو داریم فکر میکنیم این خبر میتونه درست باشه یا میتونه غلط باشه. ما اگر این کار رو انجام ندیم به هر حال وظیفه روزنامه‌نگاریمون رو به درستی انجام ندیم. خوش کن. البته این بحث من، این سوال من سوال در واقع عددی نیست، بحث فکتور عددی نیستش. من دیروز پیروز تو اخبار میخوندم که یکی از کسایی که توی جبهه بوده و نمیدونم جانبازه یا نه، ولی به هر حال کسی بوده تو جبهه بوده، اومده تو خیابون و یه پلاکاردی دستش گرفته با این ادعا که تو جبهه مورد تجاوز قرار گرفته از طریق حالا همسنگر و شوهر برکی. و خب جنگ و جبهه و خصوصا کسایی که در واقع رزمنده بودن در اون دوران به هر حال علارغم برخی از نقطه نظرات منفی، این هم در واقع یه وجاهت ملی داره برای ایرانی ها و با هر گرایش سیاسی احترام میذارن. من پرسشم اینه که حتی در قبال این مسئله هم میشه این فکت رو مطرح کرد، یعنی بگیم که مثلا در جبهه کسایی بودن که در واقع تجاوز میکردن، در واقع تجاوز جنسی میکردن،
یا نه میتونیم مسکوت بذاریم؟ یعنی من سوالم اینه که آیا واقعا هیچ قیدی برای مسکوت گذاشتن یه سری فکت ها نیست یا حتما باید ذکر بشن؟